هموطنان، یاران مقاومت، صدای همیشه خروشان کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی در سراسر گیتی، ایرانیانی که برای رهایی مردمتان از اختناق و فقر و بی‌عدالتی قیام کرده اید، به همه شما درود می‌فرستم. از قانونگذاران، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان که در حمایت از برقراری آزادی و دموکراسی در ایران و برای یک ایران آزاد به شما پیوسته اند، صمیمانه قدردانی و تشکر می کنم. هموطنان، فردا 30 تیر است. 67 سالگرد قیام ملی 30 تیر با شعارهای یا مرگ یا مصدق، نماد حاکمیت مردم ایران در برابر استبداد سلطنتی و آخوندهای ارتجایی، و 38 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران و اعلام آن توسط مسعود در تهران در 30 تیر 1360. راستی که مسعود از شکنجهگاه های شاه تا بیدادگاه هایش و تا همین امروز، نام و یاد و راه مصدق را در تاریخ معاصر ایران زنده نگه داشت و ارتقا داد، آن هم در زمانی که خمینی به خاطر سیلی خوردن مصدق از ارتجاع و استعمار شکرگزاری می کرد و صریحا می گفت برایش قابل تحمل نیست که برای هر استخوانی میتینگ راه بیاندازند و اگر یک نفر نفت را ملی کرده، اسلام را کنار بگذارند و برای او سینه بزنند. راستی حرف مصدق چه بود؟ درباره استبداد و کودتای رضاخانی میگفت: آیا میشود گفت که به کمک یک دست قزاقی که تحت امر خارجی است انقلاب کنند و ملت را به راه راست هدایت کنند؟ آیا به وسیله یک بیانیه پوک میتوان انقلابی شد یا اینکه دعوی اصلاحات کرد؟ کدام آدم با بصیرتی است که با این حرف ها گول بخورد؟ و میگفت علمداران آزادی را به دست میر قزبان ارتجاع نسپارید. سلام بر مصدق و درود بر شهیدان قیام 30 تیر و امتداد تاریخی آنها تا همین امروز. این راهی است که در مقاومت برای آزادی تا پیروزی و تا رسیدن به ایران آزاد ادامه دارد و هر روز چشمانداز آن روشن‌تر می‌شود. هموطنان، شما با نشان دادن عزم و اراده چشمگیر خود، با نشان دادن گستردگی و پویایی جنبشی که از کانون‌های شورشی در شهرهای سراسر ایران تا گرد همایی و تظاهرات بزرگ در کشورهای مختلف جهان امتداد دارد، عزم و اراده ملت ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندی را نشان می دهید. روزگار مماشات با فاشیسم مذهبی در ایران به پایان رسیده است. دیگر نمی توان با هیچ بهانه‌ای دشمن مردم ایران را نادیده گرفت.
میتوان ادعا کرد که این رژیم آلترناتیوی ندارد و تبلیغ کرد که همین رژیم برای مردم ایران بهتر است. دیگر نمیتوان 8 سال به مدراسیون رفسنجانی و 8 سال به اصلاحات خاتمی و 8 سال دیگر هم به میانه روی آخوند امنیتی چشم دوخت که مکررن دستبوس ولی فقیه و سپاه پاسداران آن است. سپس دیر هنگام بیدار می شوید و می بینید که حکومت آخوندی به قول خودتان 1 سال بیشتر با بمب اتمی فاصله ندارد. در عراق و سوریه و لبنان و یمن هم جا خوش کرده و برنامه موشکی خود را هم غیر قابل مذاکره می داند. راستی آیا جایی برای امید بستن به کمترین پاسخ در مورد حقوق بشر، آزادی بیان، عدالت، برابری زن و مرد، خودمختاری و حقوق اقلیت‌ها و ملیت‌ها در رژیم آخوندها مانده است؟ سراب استحاله و توهم اصلاحات و میانه روی در این رژیم و گفتگوی سازنده و انتقادی با اون دیگر هیچ کس را نمی فریبد. مقاومت ایران با سنگین ترین بها میان تهی بودن این چیزها را برملا و ثابت کرده است. برچسب دادن به مجاهدین و مقاومت ایران هم دیگر اثر ندارد. رود خروشان خون شهیدان و ایستادگی و قیام مردم ایران رژیم ولایت فقیه را به انتهای خط رسانده است و موجب رسوایی و شکست سیاست مماشات با حاکمیت پلید آخوندی شده است. وجدان‌های بیدار در سراسر اروپا و اسکاندیناوی همیشه در مقابل با فاشیسم دینی تجربه تلخ مماشات با فاشیسم، یعنی همون اشغالگران نازی، رو یادآوری کردند. در همینجا به گونار سنسکبی، قهرمان مقاومت نروژ، درود می‌فرستم. او از حامیان مجاهدان اشرفی بود و پایداری و اراده زنان و مردان اشرف را نمونه زنده یک حماسه مقاومت توصیف می‌کرد. او می‌گفت برای دستیابی به دموکراسی آزادی باید همواره جنگید، همواره جنگید و همواره جنگید. او می گفت من می دانم وقتی کسی برای آزادی می جنگد به او مارک تروریستی می زنند، همانطور که فاشیست های آلمانی به من و دوستانم تروریست می گفتند و خواستار دستگیری و اعدام ما بودند. ما رهنمود درخشان گونار را پیوسته به خاطر خواهیم داشت که باید همواره جنگید و جنگید. نباید بگذاریم فضیلت مقاومت برای آزادی که قهرمانانی مانند او خلق کرده اند با منافع تجاری پایمال شود. مردم ایران انتظار دارند اروپایی که در سده گذشته رنج و درد عظیم ناشی از سلطه فاشیسم هیتلری را احساس کرده، رنج‌های امروز مردم ایران را درک کند. اروپا باید با خواست‌های مردم ایران همسو شود. اکنون که فنلاند ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، باید تحریم‌ها را متوجه اهرم‌های اصلی آزادی کشی و سرکوب و تروریسم، یعنی بیت العنکبوت خامنه‌ای و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آخوندها کند. مزدوران رژیم باید محاکمه و مجازات و اخراج شوند، مشخصا از دولت‌های سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند. می‌خواهم که رژیم ایران را برای باز کردن در زندان‌ها و
و پذیرش یک هیئت تحقیق بین المللی تحت فشار بگذارند. کشورهای نوردیک و تمام اروپا و جهان باید حق مردم ایران را برای مقاومت به منظور سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار دموکراسی و حاکمیت جمهور مردم به رسمیت بشناسند. آری، آزادی پیروز می شود، ایران آزاد می شود، ایران آزاد با شما در راه است. درود بر همه شما.